ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او در رابطه تداوم نقض حقوق بشر و سرکوب اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان و اویغورها پرسیدم. همچنین نظر او را درباره گزارش وزارت امور خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در چین و همچنین سفر اخیر وزیر امور خارجه آمریکا به چین جویا شدم. در ادامه پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را ببینیم و بشنویم. خیلی متشکرم از دعوتتون. با توجه به سوالی که فرمودید و اطلاعاتی که در خبر آوردید، این رو باید ما در مقدمه عرض بکنم که بحث حقوق بشر و مسئله جهانی شدن دو مقوله‌ای هستن که اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها رو زیر سوال بردن. به عبارت دیگر، مسئله حاکمیت که در مفهوم وستفالیای خود نشانگر عدم مداخله کشورها در امور داخلیشون هست، دو پدیده توجه به حقوق بشر و همچنین موضوع جهانی شدن موضوعاتی هستند که نظام بین‌الملل رو وادار میکنه که در امور داخلی کشورها اگر نقض حقوق بشری صورت بگیره دخالت کنن و در محاکمه بین‌المللی اون کشور رو پاسخگو بکنن. بنابراین ما با این تعریف از حقوق بین‌الملل در بحث احترام به حقوق بشر نکاتی رو باید در رابطه با مسئله چین مطرح بکنیم. همون گونه که در یک موضوع دیگری هم من در این رابطه صحبت کردم، مسئله اویغورها با اینکه 1% جمعیت کل کشور چین رو تشکیل میدن، ولی خب 34% زندانیان کل کشور چین مختص اویغورها شده. سیاست‌های بسیار فاشیستی و بسیار تندی که حکومت چین علیه مسلمانان اویغور اعمال می‌کنه وضعیت بسیار نگران کننده‌ای رو ایجاد کرده. طبیعتاً مناسبات بین‌المللی در عرصه کنونی فقط عرصه تعامل در حوزه اقتصاد و بررسی سود و زیان میان کشورها نیست، یا حتی مقوله امنیت هم به یک وضعیتی هستش که کشورها رو مجاب میکنه که به ویژه اون کشورهایی که در عرصه بین‌الملل نقش فعال و بازیگری متحرکی رو دارن مثل ایالات متحده آمریکا، مجاب میکنه که در رابطه با بکارگیری نوع ابزار دیپلماسی به همه شونات توجه بکنه. در حال حاضر در دولت آمریکا نظام دموکراتیک و دولت دموکراتیک حاکم هست. حزب دموکراتیک معمولا نگاه لیبرالی داره. مختصات تقسیم بندی سیاست خارجیش فقط محدود به واحد ملی یا کشورها فقط نیست، بلکه گروه‌ها و افرادی رو هم شامل میشه که در همون چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت آمریکا نگاه خیلی جدی رو نسبت به مسئله حقوق بشر داره. خب سفر آقای بلینکن به کشور چین و انگوش گذاشتن روی مسئله نقض حقوق بشر که طی گزارشی که از طرف سازمان حقوق بشر چین، یکی از 46 سازمانی که در نیویورک هست و در این رابطه گزارش تهیه کرده، ابعاد بسیار وحشتناکی از زندگی اویغورها رو به تصویر کشیده. متاسفانه حکومت چین با کوچ اجباری اویغورها، ایجاد محدودیت‌های بسیار شدید در مورد مسائل عقیدتی اونها، باورهای دینی اونها، تخریب مساجدشون، زندانی کردن اویغورها، چه مرد و چه زن، نسل کشی و ایجاد شرایط بسیار حاد ضد انسانی مثل سخت جنین اجباری رو در اینها اعمال کرده، استفاده از نیرو کار ارزانی که از سیاست هایی هستش که متوجه همین مردم اویغور هست، و طبیعتاً دولت آمریکا در مناسباتش تلاش خواهد کرد که مسئله نقض حقوق بشر رو به ویژه در مورد اویغورها به یک اصل سیاست خارجی و تعامل با دولت چین و ابزار فشار علیه چین استفاده کنه. بنابراین حکومت چین تلاش میکنه که از طریق مجاری دیپلماتیک که وزارت خارجش هست، عدم مداخله آمریکا در امور تبت و سینکیانگ رو
که دو استانی هستش که اوغورها بیشتر در اونجا ساکن هستن، به عنوان نمونه هایی که دولت آمریکا تلاش میکنه که با ابزار حقوق بشر در امور داخلی چین دخالت داشته باشه استفاده کنه. ولی من تصورم این هستش که این به یکی از موضوعات بسیار حاد و پرتنش بین چین و آمریکا تبدیل خواهد شد و مسئله تایوان که یکی از موضوعات مورد اختلاف بین آمریکا و چین هست و عدم به رسمیت شناختن دولت تایوان توسط کشور چین، طبیعتاً شرایطی رو به وجود آورده که در کنار اون تنش سیاسی، نقض حقوق بشر هم یکی از موضوعات بسیار جدی در مناسبات آمریکا و چین تبدیل بشه. حدس من این هست که دولت آمریکا نهایتاً از طریق سازمان ملل یا گروه‌های حقوق بشری تلاش خواهد کرد که در این رابطه یک وضعیت جداگونه‌ای رو تعریف کنه و یک وضعیت حاد و اضطراری در مورد به خطر افتادن جان انسان‌ها و اویغورها در این کشور. من برایندی که در رابطه با مناسبات دولت آمریکا و چین می‌بینم این مسئله رو به خاطر اینکه در مقایسه با بحث تایوان یا حاکمیت نقض حاکمیت تایوان توسط چین و عدم به رسمیت شناختنش یک موضوع سیاسی و امنیتی هست، ولی مسئله اویغورها یک بعد وسیع‌تری داره به خاطر اینکه ارتباط معنایی داره با نقض حقوق بشر در سطح جهانی. باید منتظر موند و دید که ابعاد این تنش‌های دیپلماتیک در نهایت در کدوم بخش خودش رو نشون میده و میتونه سطح همکاری‌های اقتصادی و سایر همکاری‌ها بین آمریکا و چین رو تحت تأثیر قرار بده. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن که به پرسش‌های اخبارشی پاسخ دادند.